بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه دانش آموزان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه و انشالله که بتونیم کلاس خوبی رو با هم داشته باشیم. بچه ها، اول کلاس یه چند نکته بگم خدمتون. یکی این که مرسی ازتون که همکاری میکنید و به اصطلاح پاسخ ها رو برای من میفرستید، به پشتیبان رو تحسین میکنن و نتایج رو هم به من میدن. نگاه بکنید، خیلی خیلی عالی، ممنونم ازتون. همکاری ما اینجا دقیق همه دانش آموزای خوب رو درصداشون رو میگیرن، درستاشون، غلطهاشون. این خیلی کار عالی هست و من هم یک بررسی میکنم اینها رو و باز هم به صورت اینها کلیه به اصطلاح پاسخهای شماست و باز هم به صورت کلی درصداتون. مثلا حالا اسم نمیبرم، یکی از دانش آموزامون قسوم معادله 50% توی حوزه تحلیل 83% و توی حسابزی 91%، که خب این خیلی عالی هست. دوست دارم که این فعالیت ها رو بیشتر و بیشتر بکنید تا انشالله بتونیم توی ادبیات یک درصد خیلی خیلی عالی رو کسب بکنیم. خوب دقت بکنید بچه ها، لطفا روی این برنامه که بهتون میدم بیشتر تمرکز بکنید، چون پشتیبان ما اینجا زحمت میکشه و اینها رو دقیق تصحیح میکنه. ازتون انتظار دارم که لطفا خودتون رو به این تکالیف برسونید. این یه نکته مهم. نگاه کنید همش بچه ها هستش اینجا، همه کارهای شما درست 9 تا، غلط 3 تا، درست غلط، همه این هستش. یک نکته دیگه هم که خدمتتون بگم اینه که بچه ها فقط توی آزمون هایی که به اصطلاح شما زحمتشون میکشید و برای ما ارسال میکنید، این نکته رو توی ذهنتون داشته باشید که فقط به سوالاتی که شماره داره توی دفترچه، توی اون جزوه، و فقط به سوال شما رو دار جواب بدین، بقیه رو دیگه نمیخواد جواب بدین و ارسال بکنین، چون که یک سری اشتباهات ممکنه پیش بیاد. خب اشکالی نداره، نکته سومی رو هم بگم و دیگه بریم سر وقت به اصطلاح مباحثمون. بچه‌ها نکته سوم هم اینه که اینو خوب دقت بکنید لطفا. نکته سوم بچه ها، نگاه کنید ما یک سری تکالیف بهتون دادیم. مثلا گفتیم که خب جلسه بعد که این جلسه همون باشه، ما میخوایم فصل دوم، دهم و یازدهم رو از کتاب به اصطلاح فارسی 10 و 11 رفع اشکال بکنیم. ما قرارمون از این جلسه این باشه که شما اگر اشکالی دارید بعد از کلاس اشکالاتتون رو توی گروه های رفع اشکال بفرستید، من اونجا براتون چیکار میکنم؟ از فصل دهم و دوم، دهم و یازدهم براتون رفع اشکال میکنم تا انشاءالله دیگه توی دهم و یازدهم مشکلی براتون پیش نیاد. این هم از این، بریم سر وقت مباحث. خب من سلام مجدد دارم به همه دانش آموزانی که تازه به کلاس وارد شدن. امیدوارم که بتونیم این جلسه یک جلسه خوبی توی مباحث آرایه داشته باشیم. بچه ها طبق طرح درسمون امروز میخواییم بحث تضاد، پارادوکس، تلمیح و تضمین رو با کلی نکته، کلی مبحث و کلی راههای رسیدن به سوالات تستی در کنکور خدمتتون بگیم. شروع بکنیم مباحث رو بچه ها. بحث تضاد، بچه ها دقت داشته باشید، تو بحث تضاد یکی از آرایه هایی هست که این آرایه رو اسمشو میذاریم بچه آرایه چشمی. یعنی چی؟ یعنی من دانش آموز از ابتدای بیت تا انتهای بیت که کلمات رو خوندم، بیت رو خوندم، دیگه باید به خودم اجازه تحلیل ندم. یعنی باید اینقدر تمرکز داشته باشم و روی آرایه به اصطلاح سوار باشم که بتونم سریع این مباحث رو، این تضاد رو از توی بیت ها استخراج بکنم. از اون دست آرایه های هست که من اینو میگم باید زیر 5 ثانیه تضادش رو بشناسید. فقط طراح یک چند تا نکته مهم رو توی این یکی دو تا کنکور اخیر داره بهش توجه میکنه که من اینجا براتون نکته گفتم که به اصطلاح بهش بپردازیم. ما تضاد رو میگیم که یک مقدمه ای باشه برای یک آرایه مهم، مثل آرایه پارادوکس یا متناقض نما یا به اصطلاح تناقض یا پارادوکس. اینها هم نام هستند. بچه‌ها بریم سر وقت تضاد. خب تضاد رو همه میدونیم دیگه، کلمه هایی که از لحاظ معنایی ضد هم باشن، این رو هممون میدونیم. اما یک سری نکته هست که بچه‌ها لطفاً خوب بهش دقت داشته باشید. نیا کنید، من اینجا گفتم که کلمات رو اسکنش بکنیم.
یعنی چی؟ یعنی بیت رو که میخونیم مصرای اول کلمات رو باید عکس بگیری توی ذهنت باشه، همین که به تضادش رسیدی سریع تضاد رو برای خودت مارکش بکنی. درست شد؟ این یک نکته بسیار مهمی هست که حواستون بهش باشه. توی آرایه تضاد هیچ دانش آموزی نباید مکس بکنه و دوباره بیت رو بخونه کلمه به کلمه بررسی بکنه، چون توی زمان بچه 100% دچار اشکال میشی. نکته خیلی مهمی که توی این دو سال اخیر توی کنکور بهش داره توجه میشه به تضادهای فعلی، که دانش آموزهای ما اصلا بهش توجه نمی کنن. به فعلها بچه خیلی توجه بکنید. همه ما میدونیم که شب و روز سیاه و سفید تضاده، ولی نمیدونم زمانی که است و نیست میاد چرا تضاد نمیگیرید. درست شد؟ زمانی که نمیدونم به اصطلاح فعلها رو طراح مد نظر خودش میده، دانش آموز ما بهش توجه نمیکنه. مثلا نگاه کنید برو و نرو، مثلا برود و بر جای بماند، برود و بر جای بماند یعنی ساکن شود، یا است و نیست. تضادهای خیلی معروف هست که توی تست ها خیلی اینها رو میبینیم و دانش آموز ما همش دنبال شب و روز و سیاه و سفید و این داستان هستش. این رو هم بهتون بگم، تضاد بچه آرایه هست که نسبت به پارادوکس طرح خیلی بهش کم توجه میکنه، یعنی شما از روی تضاد خیلی به پاسخ نمیرسید. این رو میگیم تا اینکه پارادوکس رو شما متوجه بشید. این رو هم بهتون بگم بچه، این نکته خیلی ممکنه دیگه درها اگه به این رو هم حتما مورد توجه قرار بدید که ممکنه در یک بیتی یک مصرع با یک مصرع در مفهوم با هم در تضاد باشه. این رو هم لطفا مد نظر خودتون داشته باشید، ممکنه در مفهوم با هم مخالف باشه، تضاد باشه، که این رو بچه ها خیلی کم استفاده میکنه. تا الان هر چی استفاده کرده اومده بیشتر توی کلمات ازش استفاده شده. به مثال بعدی بچه دقت داشته باشید، نگاه کنید من همینجا تفاوت تضاد و پارادوکس رو خدمتتون بگم. تفاوت تضاد و پارادوکس، مثلا نگاه کنید برای مثال قبلی یک بیتی بهتون میگه، مصرع اول قناعت رو توصیه میکنه، مصرع دوم مثلا به اصطلاح عدم قناعت رو توصیه میکنه. مصرع اول خرد ورزی رو توصیه میکنه، مصرع دوم عدم خرد ورزی رو توصیه میکنه. این رو هم میتونیم به عنوان بیت تضاددار در نظر بگیریم که حالا انشالله مثال هاشو در اسلایدهای بعدی خدمتتون میگم. بچه نیا کنید، ما میخوایم فرق تضاد و پارادوکس رو بدونیم. من یک مثال خیلی ساده میگم. مثلا من میگم من آدم قد بلندی هستم و شما آدم قد کوتاهی هستی. خب این میشه چی؟ این میشه یک تضاد. خب چرا؟ چون این دو تا چیز متفاوت هست. قد بلندی رو به خودم نسبت دادم، قد کوتاهی رو به دیگران نسبت دادم. یا مثلا میگم من روزها مطالعه میکنم و شبها استراحت میکنم. الان یک تضاده، پارادوکس نیستش. اما چه وقت این دو تا مثال پارادوکس میشه؟ زمانی که بگم من یک آدم قد بلند قد کوتاهی هستم. نمیشه هم قد بلند باشم هم قد کوتاه باشم. نیا کنید در آن واحد زمانی که دو تا کلمه متضاد رو به یک چیز نسبت دادیم که از لحاظ عقلی برای ما غیر ممکن شد، اون میشه پارادوکس. درست شد؟ یا مثلا بگم چی؟ من روزها درس و یا در روز باید درس بخون یا استراحت. پس نتیجه میگیریم اگر کلمه های تضاد به یک چیز نسبت داده شد که اون چیز غیر ممکن بود، این میشه پارادوکس. باری که الان مثلا میگیم پر از خالی، مثلا میگیم سد روان، مثلا میگیم چوپان گرتب، مثلا میگیم پوشیده برهنه و هزاران مثال دیگه. درست شد؟ مثلا همین پوشیده برهنه رو نگاه کنیم، مثلا میگیم فلانی پوشیده برهنه است. نمیشه این توی ذهن ما نمیشه یک جا جمعش بکنیم، یا فلانی پوشیده است یا فلانی برهنه است. ولی وقتی که میگیم چی؟ در آن واحد پوشیده، این میشه پارادوکسمون. اما میگیم ایکس پوشیده است، ایگرگ چیه؟ برهنه است. این میشه چی؟ تضاد. خب حالا نگاه کنیم بچه ها، از این صد روان در دیده شاه
خوبان پارسیگو بخشنده عمرن ساقی بده بشارت رندان پارسا را جغد و هما. الان اینا رو نگاه کنین، صد روان خب در یک جا جمع نمیشه، اگه صد و روان با هم در ذهن ما جایگذاری نمیشه، پس میشه چی بچه ها؟ میشه پارادوکس من بچه ها. رند و پارسا، رند شخصیت منفی و پارسا شخصیت مثبت، پس میشه چی؟ میشه پارادوکس من، دیگه تضاد نمیشه. یا درد صاف، این رو قبلا گفتم باز هم میگم، سعی بکنید بچه ها دایره معناییتون رو، واژگانیتون رو خیلی گسترش بدین. دانش آموز من درد این رو نخونه، از روی صاف میفهمیم که این درده. درد یعنی چی بچه ها؟ درد یعنی تهمانده شراب، این رو بهش میگیم چی؟ درد. حالا درد و صاف چیه؟ با هم پارادوکس منه، متناقض همه، درست شد؟ این رو هم توی ذهنتون داشته باشید، مفصل تو بحث پارادوکس ما بحث میکنیم، اجازه بدین. حالا دقت داشته باشید، اگه دانش آموزی دایره معناییش، دایره واژگانیش محدود باشه، یعنی چی؟ یعنی واژه‌نامه های آخر کتابو نخونه. یعنی چی؟ یعنی این تست، مجموعه تستی که بهتون دادم، تست قرائتشو نزنید، مفهوم بیت رو بهش توجه نکنید، دایره واژگانی شما گسترش پیدا نمیکنه. یعنی اگه دانش آموزی معنی بر رو ندونه که معنی خشکی هست، این تضاد رو نمیتونه به دست بیاره. درد و صاف به همین صورت، مستی و مستوری بچه با هم چیه؟ تضاده. مگس و سیمرغ با هم تضاده، کافور و مش با هم تضاده. چرا؟ درست هر دوشون خوشبو هستن از لحاظ معنی مترادفن، ولی میتونیم تضادم بگیریم. چرا؟ چون کافور بچه ها به رنگ سفیده و مش به رنگ سیاه هست، اصلا این مشکی از همین مشک، مشکی، درست شد؟ این توی ذهنتون باشه. گوهر و خزف، خزف چیز بی ارزش، گوهرم ارزشمند، مور و فیل و غیره. جغد و هما توی ادبیات توی ذهنتون داشته باشید. جغد بچه ها، جغد و هما یا سیمور، اینجا جغد نماد شومی هست و هما و سیمور نماد چیه؟ خوشبختی. اینها هم براتون چی درست میکنن؟ یه تضادی درست میکنن. حالا ما اینها رو آوردیم توی مثال‌های مختلف که همه اینها بچه ها تضاده. ای مگس عرصه سیمرغ تضاد، خانه دل ما رو از کرم عمارت کن پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی. حواست باشه، عمارت کلمه هماوا برات درست میکنه، اینجا برات میمیسم یادت نره، عمارت، عمارت. این عمارت بچه از عمران میاد، آبادانی. این عمارت فرمان روایی، فرمان روایی. گاهی وقتا بچه امر و دستور هم معنی میده. اینها بهش میگن چی؟ بهش میگیم کلمه های هماوا. اینقدر بچه توی تستا کاربرد داره که چی تو تستای املا. عمارت و ویرانی باز هم چی برای ما درست میکنه؟ تضاد. بچه هست و هست، نیست و نیست، باز هم برای ما چی درست میکنه؟ تضاد. من بیتا رو دیگه نمیخونم. صورت و سیرت توی ذهنتون باشه، صورت و سیرت، صورت ظاهر، سیرت هم معنی درون هست، یادتون نره، اینو قبلا خوندین. صورت و سیرت اگه گفتیم توی کدوم درس فارسی به کار رفته؟ توی درس جمال و کمال، درباره چی بود؟ درباره حضرت بگین یوسف علیه السلام بود، درست شد؟ باری کلا بریم یک تست آرایی هم بچه اینجا حلش بکنیم. حالا بعد باز انشالله جلسه بعدی تست بیشتری حل بود. گفته آرای تضاد در کدام بیت بیشتره؟ شده بر بعدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز براز. من توی ذهنم اسکن کردم، بدی و نیکی میشه چی؟ میشه تضاد. من نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوانگان. نهان پراکنده، دیوانگان فرزانگان. بدان بیبها ناسزاوار پوست، پدید آمد آوای دشمن ز دوست. دشمن و دوست. هنر خار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند.
بچه ها، هنر در زمان گذشته و در شاهنامه فردوسی به معنای چیه؟ علم، آگاهی هست، خردورزی هست، دانش هست. پس هنر با جادویی هست، خار با ارجمند هست. بازم اینو توجه بکنید، هماوای خار و خار رو ببینید. این خار به معنای بچه ها هیزم هست، گیاه خاره، و این خار به معنای بیارزشه، پسته. به املاش توجه بکن. نهان، آشکار، راستی، گزند، از همه بیشتر چی داره؟ تضاد داره. یه نکته دیگه هم اینجا لحاظ دستوری بگم، اینو هم یاد بگیرید. هنر خار شد، هنر نهاد خار مسند شد فعل اسنادیه، جادوی ارجمند شد، ایشالا تو دستور بهتون میگم، شد حذف فعل به قرینه لفظی بچه ها. چرا؟ چون شدمون اینجا اومده. جادوی ارجمند شد، زیر ارجمند خط میکشه، میگه نقش دستوریشو بگو. خب شد فعل اسنادی، ارجمند میشه چی؟ مسند من. بیایم اینجا ساختار جمله رو درست بکنیم. نهان راستی یعنی چی؟ یعنی راستی نهان شد. آشکارا گزند، گزند آشکارا شد. یه نکته بگم، قبلا هم بهتون گفتم دو تا از تستای دستور کنکور 1400 اینه که شما نقش کلمات رو بچه ها بگین. بهترین کار برای این که شما بتونید نقش های دستوری رو مشخص بکنید اینه که شیوه بلاغی رو برگردونید به شیوه عادی. یعنی چی؟ یعنی فاعل رو در اول پیدا کنی بذاری، فعل رو در آخر، اگه فعلی حذف شده باشه سر جای خودش بذارید، که اینها رو توی بحث دستور براتون میگم. مثل این راستی میشه نهادم، نهان میشه مسندم، شد میشه فعل اسنادی، گزند میشه نهاد من، آشکارا میشه مسند من، و شد میشه فعل اسنادی. یه اشاره دیگه هم بکنم برای اینکه مرور بشه فعل اسنادی رو سریع من میگم. بچه ها این یه جمله، این یه جمله، این یه جمله، و این هم یه جمله. یعنی چند تا جمله ما داریم؟ چهار تا جمله داریم. این لطفا توی ذهنتون داشته باشید. فعل های اسنادی است، بود، شد، گشت، گردید. است، بود، شد، گشت، گردید. نامیدن، شمردن، پنداشتن و به حساب آوردن. اینها فعل های اسنادی هست که جای خودش دوباره بحث میکنیم. خب این از بحث تضادمون، بریم سر وقت پارادوکسمون. خب بچه لطفا دقت داشته باشید، اگر از من بپرسیم که توی کنکور ما بیشتر روی تضاد تمرکز بکنیم یا روی پارادوکس، من اینو میگم، میگم تعداد تست و توجه طراح توی سوالات به پارادوکس بیشتر از تضاد هست، چون تضاد واقعا ساده است ولی پارادوکس کمی پیچیده تره. پس به این نکته لطفا توجه بکنید که انشالله خوب این رو یاد بگیرید. من بار دیگه هم این رو بچه ها بهتون بگم و بعد بریم سر وقت پارادوکس. این کلمه رو دقت داشته باشید، ما داریم درد، درد فتح و کسر و زمش رو برای ما نمیذاره. جا خوبی شما؟ یه خوبی؟ صرفه میزنی؟ بیا من ماس میزنم احمد. احمد دیگه کن، بیا من ماس میزنم. خب بچه ها نگاه کنیم، مثلا ما دور رو داریم با صاف، اصلا برای ما بچه شخصا تو تضاد مهم نیست، فقط فعل ببین با هم در تضاده تضادشو بگیر، این جمع باشه این مفرد باشه اصلا توی کنکور اهمیت نداره. درد اون تهمانده شراب، اون گلولای، اون ناصافی های هر چیز رو بهش میگن درد. صاف هم که دیگه مشخصه به معنی چیه؟ معنی زلال هست، به معنی تمیزی هست، به معنی پاکی هستش. خب بریم سر وقت پارادوکس یا متناقض نما، یا یک چیز دیگه هم اضافه میکنم بچه ها، تناقض.
هر کدوم از اینها اومد حواستون باشه یکیه. طرح دوست داره بگه بهت پارادوکس، دوست داره بگه متناقض، نمای دوست داره بهت بگه تناقض. خب بچه ها لطفا خوب توجه بکنید توی پارادوکس. قدم اول اینه که توی پارادوکس حتما کلمه های تضاد رو پیدا بکنید. حالا این تضادها اگه در یک جا جمع نتونه بشه میشه پارادوکس، شما جمع بتونه بشه میشه تضاد. بریم سر وقت نکاتش. بچه ها دقت بکنید، میگه شاعر دو تا مفهوم متضاد رو با هم جمع بکنه یا ضدگویی بکنه، این رو بهش میگیم چی؟ این رو بهش میگیم پارادوکس یا متناقض نما، یا بهش میگیم تناقض. خیلی مهمه ها این مباحث رو بگم، کلی تست براتون میذارم که انشالله هفته آینده بچه این تست ها رو بزنید. همه این تست ها با نکاتی که میگم حل میشه، حتی تست کنکور 1400 ریاضی، زبان، انسانی، هنر و غیره. برای اینکه شما بتونید پارادوکس رو پیدا بکنید حتما باید از دو تا راه استفاده بکنید. اول بیا کلمه های متضاد رو پیدا کن، بعد ببین آیا در عالم واقع جمع میشه یا جمع نمیشه. سالم بیمار، آدم نمیتونه هم سالم باشه هم بیمار باشه، یا سالم یا بیمار، یا سیاه سفید، آدم نمیتونه هم سیاه باشه هم سفید باشه. دانش آموزی نگه آقا سبزه، دانش آموزی نگه آقا قدش متوسطه دیگه. بچه توی این قسمت ما دو حالت داریم، یا قد بلند یا قد کوتاه، یا سیاه یا سفید، درست شد؟ مثلا صد روان مثلا بگیم یک کمی، مثلا یک جور کمی به اصطلاح چی میاد، اینو دیگه نداریم، به اصطلاح مثلا بگیم آبی چیزی. حالا یه نکته خیلی مهم، دانش آموز های ما میان همین که توی بیت ها تضاد رو پیدا میکنن میگن پارادوکس هم داره. این یک کار اشتباهیه بچه ها، شما باید بررسی بکنید ببینید آیا تضادها براتون پارادوکس ایجاد میکنن یا ایجاد نمیکنن. بچه ها اصلا هدف از پارادوکس اینه که توی ذهن شما چند تا علامت سوال رو طراح ایجاد بکنه، شاعر ایجاد بکنه، و این ضدگویی به شما لذت بده. اصلا هدف طراح اینه که حالا ما با این هدف شاعر اینه، ولی خب ما با اینا فعلا کاری نداریم، میخوایم تست ازش بزنیم. نکنیم بچه ها، اینجا گفتیم یک روز تابستانی سرد، بعد گفتیم متناقض معانی. چرا؟ چون ممکنه توی یک روز تابستانی سرد هم باشه، یه روز تابستانی برفی میگفتیم متناقض معانی. شاید یک روز تابستانی داشته باشیم جو و این داستان ها به هم خورده باشه، برف هم، ما گله های برف هم از آسمان داشته باشیم، پس متناقض نما ما این رو در نظر نمیگیریم. بریم آها اینجا بچه یک نکته گفتم، گفتم هر زمانی که شما گیر کردین آیا این متناقض نما هست یا نیست، یک سوال از خودتون میپرسید. اون سوال اینه که اگر در معنای ظاهر یک امر غیر ممکن رخ داد یا نه، اگه غیر ممکن بود متناقض نماست. همیشه بچه ها من اینجوری بنویسم این رو، متناقض نما یا پارادوکس مساوی است با غیر ممکن ها، اینو توی ذهنتون داشته باشه، این خیلی نکته بسیار مهم. بریم بچه ها، طراح دو تا راه داره برای شما پارادوکس بیاره. دو تا راه بسیار مهمی که طراح از این راه ها گریز میزنه و پارادوکس رو به شما میگه. اگر همین دو تا راه رو بگین، هر پارادوکسی که بهتون بدن میتونید تشخیص بدین. نگاه کنین، من اول نکته دوم رو میگم که چون ساده تره، بعد میایم نکته اول. بچه ها شما هر زمانی که دو تا کلمه متضاد رو، این یک متضاد، این هم یک متضاد، هر زمانی که دو تا کلمه متضاد به وسیله کسره به هم اضافه شد، به شرط این که بچه ها این شرط رو لطفاً دقت کنید، غیر ممکن بود، شما این رو پارادوکس بگیریم. پس شما هر زمانی که ازت پارادوکس خواست سری با چشم بیت رو میخونی، دو تا کلمه متضاده که به وسیله کسره به هم اضافه شده بود به شرط این که غیر ممکن بود پارادوکس میگیری، تمام.
این یک راه. بیایم اینجا. اگه ترکیب وصفی اضافی بود به صورت تضاد بود پارادوکس. اینه که دیگه باز همون رو گفتیم به صورت دیگه. خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. درد صاف از دل خوشمشرب ما میگردد، در پریخانه ما جغد هما میگردد. بچه ها حواستون باشه، جغد و هما درست کسره نیومدیم ولی کنار همه. گوش مروت کو از ما نظر نپوشد، دست غریق یعنی فریاد بی صدا. چنین نقد دارم ز مردان راه، فقیران منعم گدایان شاه. با من آمیزه شو الفت موج است و کنار، دم به دم با من و پیوسته گریزان از من. چجوری دم به دم با من ولی پیوسته گریزان هست؟ درسته؟ درست شد؟ ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ تب. کتاب دهم، چوپان گرگ تب. این گرگی شبان شما نیز بگذرد. این هم از این. بچه این نو پارادوکس خیلی ساده است و بسامد طراح از این نوع شماره دو هم خیلی زیاد هست. شما توی تست های انشاءالله باز جلسه بعدی این رو قشنگ بچه ها میبینید. چار یک بار دیگه بچه ها بخونم براتون. چنین نقد دارم ز مردان را، فقیران منعم گدایان شاه. چجوری هم منعم هم فقیره؟ منعم یعنی پولدار، فقیرم که مشخصه. گدایان شاه مگه هم میتونه گدا باشه هم شاه باشه؟ در عالم واقع تو لحظه جمع نمیشه. درست شد؟ بچه ها شیشو هم توضیح بدم. چوپان گرتب توی درس بچه ها بیداد ظالمان به اصطلاح سیف فراغانی توی کتاب دهمتون درباره حمله مغول و اینها بود. درسته؟ بچه ها چوپانی که گرگ، چوپان خودش وظیفش اینه که محافظت بکنه. حالا گفته این چوپان چیه؟ ذاتش گرگ طبعه. نگاه کنید چقدر پارادوکس زیبایی سیف اونجا استفاده میکنه. بریم بچه ها نکته اولش رو بررسی بکنیم. بچه خوب دقت بکنید این رو. پارادوکس توی معنا و مفهومه. بچه ها اینه که من هر هفته به شما تست قرائت میگم و میگم تست قرائت رو بیشتر بزنید، اینجا دانش آموزی که مفاهیم رو بیشتر بلد باشه میتونه بهتر آرایه رو جواب بده. این یه نکته. نکته دوم، نکته دومیه رو دقت کن بچه ها. توی معنا و مفهوم بیت با هم در تضاد هست و پارادوکس ایجاد میکنه. نکته سوم، اگه دانش آموز ما ریزبین باشه میتونه توی بیت ها یک سری کلمه های تضاد رو پیدا بکنه که این کلمه های تضاد با هم چی هست؟ با هم در به اصطلاح متضاد هم هستن، یعنی غیر قابل قبول در لحظه هستن. پس باز هم فرقی نکرد، باز هم ما دنبال کلمه‌های چی می‌گردیم؟ متضاد می‌گردیم. بریم نگاه کنید. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. دانش آموز من اگه من یه جمعیت رو ندونه نمیتونه پارادوکسش رو به دست بیاره. بچه ها جمعیت یکم به معنای چیه؟ شلوغیه. این که همه بلدیم. یک معنای جمعیت بچه ها به معنای چیه؟ آرامشه، آسودگیه. آسودگی هه نمیخواد ها. بچه ها حواست باشه، حواستون باشه، اگه دانش آموزی توی املا دید آسودگی به این صورت، این اشتباهه. افتادگی اگه به این صورت بود اشتباهه. اینو حواستون باشه. بچه میگه آرامش من در پریشانیشه. آرامش من در پریشانیشه. میشه چی؟ میشه پارادوکس من. زکوی یار میآید نسیمه. اصلا بچه ها توی این نوع پارادوکس یکمون، آقا خیلی ممنون، توی نوع یکمون اصلا به شما
شما به کلمه های متضاد کنار هم توجه نمی کنید. اینا بیشتر توی مفاهیم هستش، فقط تو مفاهیم. نوع دو، ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این با در مدد خواهی ار، بچه همون اگره، چراغ دل برافروزی. بچه دقت داشته باشین، باد باعث خاموش شدن چراغ، باعث خاموش شدن شمع میشه. حالا میگه بادی که از سمت معشوق و یار میوزه باعث میشه که این شمع رو چیکارش بکنه بچه ها؟ شعله ورترش بکنه. پس غیر ممکن ها رو برای ما آورده. دانش آموزی اگه زرنگ باشه میگه باد و چراغ اینجا با هم چیه؟ تضاد درست میکنه. و این تضاد توی معنا چی برامون درست میکنه؟ پارادوکس درست میکنه. کسی که وسعت او در جهان نمی گنجد، به خانه دل من آمده است میهمان. توی جهان جا نمیشه، تو دل من جا میشه. پس این هم پارادوکس منه. فخری که از وسیلت دون همتی رسد، افتخار چجوری ممکنه از دون همتی به شما برسه؟ اصلا امکان پذیر نیستش. گر نام و ننگ داری از آن فخر آردار. باز پارادوکس منه، همینجا یک پارادوکس قشنگی داره همینجا. بچه فخر و آر کنار همه، ولی اینجا معنیه. نماز در خم آن ابروان محرابی، کسی کند به خون جگر طهارت کرد. بچه دقت داشته باشید، ما اگه دانش آموز حتی بگه اینجا نام و ننگ هم پارادوکس، درسته. نماز، نماز بچه جزء مسائل دینی و مذهبی ماست. انسان باید پاک و تمیز باشه نماز بخونه. حالا میگه اگه میخوای نماز بخونی باید با خون بری تا خون خودش نجسه، میگه با خون برو طهارت کن، غیر ممکنه. پس چیه پارادوکس منه؟ درست شد؟ بچه لذت ببرین از ادبیات. واقعا این معانی و مفهوم کجا میتونید پیدا بکنید غیر از ادبیات؟ نه اصلا کجا میتونید پیدا بکنید؟ خیلی بریم بچه. پس پارادوکس این دوتا نکته رو دقت داشته باشید، فقط دنبال کلمه های تضاد نرید ها. طراح یک کمی شما حواستون پرت باشه، توی معنا ممکنه شما رو به اشتباه بندازه. خب بچه بریم جلوتر. اینجا رو حواستون باشه، حواسا خوب به من باشه. دو تا کلمه متضاد همیشه برای شما پارادوکس نمی سازند، اینو حواست باشه. شرط مهمش اینه که کلمات به هم اضافه بشن و یک نکته دیگه، و غیر ممکن باشند. اینو حواستون باشه تو پارادوکس. باریکلا. روزها کار من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. آقا گفته روز کار من اینه، شب هم کار من اینه، پس فقط یه تضاد برای من درست میکنه. دشمن دانا که غم جان بود، بهتر از آن دوست که نادان بود. دانا، نادان، دوست و دشمن، که باز هم برای من چی درست میکنه؟ تضاد ایجاد میکنه. ز بندگی شما 100,000 آزادی است. میگه من باید بنده شما باشم تا آزاد باشم. تو بنده چجوری در حالت بندگی میتونی آزاد باشی؟ میتونی بچه ها؟ غیر ممکنه. پس میشه چی؟ میشه پارادوکس من. که سلطنت کند او کو بود که. بچه کو یعنی که او. با اینکه خیلی کار داریم ها، تو دستور بچه ها یکی از سوالات کنکور امسال بود، یه تست کانون این هفته هم بود، خیلی جالبه. حالا یک نکته هم بهتون بگم بچه ها، توی تست پلاسه که براتون گذاشتیم همه آزمون ها رو حل میکنیم، فقط اگه زمان بهتون اعلام شد لطفاً تو کلاس های تحلیل آزمون ها شرکت بکنیم. سلطنت و گدایی باز هم پارادوکس منه. دعوی یعنی ادعا. دعوی هستی در این میدان دلیل نیستیست، هر که فانی میشود. چجوری فانی رو موجود میدونی؟ فانی بچه از بین رفتن، نابود شدن. با
باز هم چی برای من درست میکنه؟ باز هم پارادوکس ایجاد میکنه. این هم از این مباحث، تمام پارادوکس هایی که قرار طراح ازش استفاده بکنه و برای شما بیاره. خب بریم بچه ها مبحث دیگم. بریم سر وقت تلمی. خب بچه ها دو تا مبحث خیلی مهم و چالشی داریم که من میخوام قبل از اینکه وارد این مبحث بشم یکمی باهاتون صحبت بکنم، خیلی خیلی ساده و خیلی روان، بعد بیام مبحث تلمیح و تضمین رو بگم. بچه خوب دقت بکنید، من این چند تا نکته میگم، یه نکته میگم بچه ها این رو لطفاً همه بپذیرید. خب دلیلش هم میگم. نگاه کنید، تلمیح در لغت به معنی با گوشه چشم اشاره کردن، یعنی یک اشاره ای میکنن و شما کل مطلب رو میفهمید میگیرید. مثلا یک با چشم شما مثلا توی یک جمعی نشستین، یک اشاره بهت میکنه، شما یک کاری انجام میدید، حرف نزده ها، با چشم اشاره کرده، شما یک کاری رو انجام دادید، یک کلمه توی بیتت آورده و شما با اون کلمه یاد یک داستانی میفتید. این رو بهش میگیم چی؟ این رو بهش میگیم تلمیح. مشکل من دانش آموز چیه؟ بچه ها مشکل من اینه که آقا من اطلاعات ادبیم، اطلاعات مذهبیم، داستانهای قرآنیم کمه. من به عنوان دانش آموز 11 و 12 نمیتونم برم بشینم کل داستانهای عاشقانه ادبیات رو بخونم. من به عنوان دانش آموز کنکوری که کلی نمیتونم برم کل داستانهای مذهبی رو بخونم که آقا این یک کلمه اومده این داستانش چی هست. پس باید چیکار بکنم که بتونم به آرایه تلمیح برسم؟ بچه این رو هم بگم بهتون، مثلا توی کنکور 99 خیلی تلمیح رو خیلی ساده بود. معمولا من توی این درسنامه بچه تلمیح ها رو خیلی سخت آوردم براتون و خیلی کامل آوردم که توضیح میدم، برای اینکه دانش آموز اگه طراح به هر صورتی وارد شد بتونه جواب بده. مثلا توی کنکور 99 یه کلمه آورد زلیخا. دانش آموزهای ما همه شیعه هستیم، همه مسلمانیم. زلیخا رو یادمون هست که همه یاد داستان چی میافتیم؟ داستان حضرت یوسف. یک کلمه فقط. اینو بهش میگیم تلمیح. حالا بچه ها لطفا اینو دقت بکن. اینجا آوردم براتون. یه نکته میگم اینو توی ذهنتون داشته باشید. بچه ها هر زمانی که شما یک بیت رو دیدید و این بیت شما درباره ویژگی‌ها و صفات خداوند باشه، یک جوری این بیتتون به خداوند مربوط بشه. اینو لطفاً خوب دقت بکن، توی ذهنت هم داشته باشه. هر بیتی که یک اشاره بچه ها به خداوند داشته باشه، این رو تلمیح در نظر بگیر. آقا تلمیحش چیه؟ اصلا به من ارتباطی نداره. از شما نمیپرسن کل داستانو تعریف کن. از شما نمیپرسن حدیثش چی بود. از شما نمیپرسن آیه قرآنش چی بود. فقط شما باید تشخیص بدین که این بیت تلمیح داره یا نداره. بقیهشو دیگه به شما ارتباطی تو کنکور نداره. حالا بعد خواستی برو مثلا مباحثشو خودت برای خودت و برای سوال خودت و برای دل خودت بخون یاد بگیر. ما دیگه با اونجا کاری نداریم. درست شد؟ پس قرارمون این باشه که اگر بیتی درباره خداوند بود، اینو تلمیح در نظر بگیم که خیلی هم استفاده میشه توی ادبیات عرفانی ما. بچه دیگه کولاک کرد. نکته دوم، یه سری نکته هست من اینجا بهتون میگم و اینها رو میخونه توی کتاب درستون، کلشو من جمع آوری کردم اینجا براتون جمع کردم. نکته سوم بچه ها یک اشتباهی بین تلمیح و تضمین دارن. خب بچه اینو دقت بکنید، اشتباه دانش آموزای ما توی تلمیح و تضمین. آقا تلمیح ممکنه یک کلمه باشه ما رو یک داستانی بندازه. هر زمانی که بچه اینو خوب دقت بکنید،
یک کلمه یا دو کلمه عربی، آیه قرآن یا حدیثی دیدی، شما اینها رو هم تلمیح. دانش آموز میگه آقا من نمیدونم این آیه قرآن هست یا حدیثه، اصلا اشکالی نداره بچه ها. تشخیص میدی این کلمه عربیه دیگه، یک کلمه دیگه بچه ها مشخصه. مثلا میگیم که جناتون تجری، مثلا میگیم که سماوات فلعرز به عنوان مثال، مثلا میگیم که ایوه ساقی به عنوان مثال. اینها رو دیگه دانش آموز ما تو عربی کامل بهش مسلطه، درست شد؟ اینها رو بهش میگیم چی؟ اینها رو بهش میگیم چی؟ تلمیح بهش. حالا همینجا تضمین رو بچه هم بهتون میگم، یه نقطه برای تلمیح بذارید. هر زمانی که این کلمات عربی از 3-4 تا کلمه بیشتر شد، اینو بهش چی میگیم؟ تضمین. پس اگه یک یا دو کلمه بود برامون تلمیح میاره، اگر 3-4 تا کلمه به بالا بود میشه تضمین ما. این یک شکل تضمین. یک شکل دیگه تضمین هم بهتون بچه ها بگم. الان دانش آموزی میگه من دنبال پرانتز میگردم، لطفا این از ذهنتون بذارین کنار، تو تست کنکور اصلا ازش استفاده نمیشه، توی امتحان هم دیگه ازش استفاده. درسته نشانه تضمین پرانتزه، ولی بچه ها تو تست کنکور اصلا کاربرد نداره. آقا من دارم شعر میگم، بعد از شاعر دیگه از شعرش میخوام در شعر خودم استفاده بکنم، این میشه تضمینم. حالا گاهی وقتا خیلی ساده است، من اسم اون شاعر رو توی شعر خودم میارم. گاهی وقتا خیلی سخت میشه که اگه اینجوری به اصطلاح براتون دادن نمیخواد جواب بدین. اگه اسم شاعر نباشه بچه خیلی سخت تشخیص دادنش. چرا؟ چون شما باید سبک شناسی بلد باشید، که حالا تو تضمین بهتون میگم. این یک کلیت درباره تلمیح و تضمین شد. حالا بریم سر وقت نکاتش بچه ها. خوب دقت بکنید بچه ها، دقت داشته باشید. فقط اشاره به انواع داستان ها، احادیث و آیات قرآنی تلمیح. اینجا یک نکته خیلی قشنگی گفتیم، گفتیم تلمیح هایی که تو کنکور به کار میره یا دینی بچه ها، داستان های قرآنی، آیات احادیثه، یا عاشقانه است. کلید واژه های عاشقانه مثل چی؟ بگین. مثل فرهاد، مثل شیرین، مثل لیلی، مثل مجنون، بچه مثل مهر، مثل وفا. اینو هم توی ذهنتون داشته باشید. باری که الان مهر و وفا که از شعر حافظ توی کتاب دهمتون بود، اون مهر و وفا بچه اینها هم عاشق و معشوق بودن. این توی ذهنتون باشه. خسرو و اله ماشالله. یا داستانهای مربوط به سرزمین، داستانهای قدیمی ایران باستان. هر زمانی که رستم، سهراب، اسفندیار و غیره توی بیتتون دیدید، باره کلا، یا اشاره داشت به زمانهای قدیم یک جوری، یا افسانه ها. مثلا چند تا افسانه بگم که توی کتابتون اومده بود. مثلا زمانی که توی شعر حماسی پادشاه ها میخواستن با هم جنگ بکنن، پهلوان ها. بچه ها این رو لطفا دقت داشته باشین، چند تا کلمه مهم: طالع بینی، ستاره شناسان، بچه زیج، یا استرلاب. اینها وسایل چی بود؟ وسایل ستاره شناسی هست، که اعتقادشون برای این بود که اگه میخواستن یک کار مهمی انجام بدن، باید ببینن که ستاره ها اون جایگاهشون به چه صورت، از روی ستاره ها خوشیون بودن یا بدیون بودن رو تشخیص میدادن، که حالا مربوط هست به داستانهای خاص خودش. یا میگفتن در زمان قدیم اگر کسی عاشق هست، شب نباید به ماه نگاه بکنه، به ستاره نگاه بکنه. یه سری خرافاتی که در این حد هست، درست شد؟ این هم از این.
بچه زیج و اصلاب رو دقت بکنید. من یک بار دیگه این دوتا کلمه رو بنویسم که خیلی مهمه، املایش هم حواستون باشه. بچه نگاه کنید، زیج و اصلاب، این سین وسایل ستاره شناسی. من اینا رو دوباره بنویسم، ظاهرا دیده نمیشه. یک لحظه من اینا رو دوباره بنویسم. خب گفتیم فرهاد، لیلی، مجنون، خسرو، مهر، وفا و غیر. اینجا هم گفتیم ستاره شناسان، بعد طالبینی، و اینجا هم گفتیم رستم، سهراب، اسفندیار و غیر که دیگه بهتر ببینیم. بچه یک نکته هم توی ذهنتون داشته باشید. نگاه کنید، من این نکته هم بگم، این خیلی کم استفاده میشه. یه تعرب بخواد کاری بکنه که دیگه به این صورت بدن. یا کنید ما گفتیم کلمات عربی اگه یکی یا دوتا باشه تلمیح در نظر میگیریم، چون یک اشاره کرده. خب ولی گاهی وقتا یک سری از آیات قرآن، بعد شما داریم که کل آیه یک کلمه هست. کدوم یکی از آیات قرآن اینجوریه؟ کی میتونه بگه؟ مثلا نگاه کنید، کل آیه یک کلمه است. مثلا میگیم که آفرین، الف لام میم، یا اینها رو بچه همه رو تلمیح در نظر نمیگیره، چون کلش رو، کل آیه توی یک کلمه هست، اینها رو تضمین در نظر میگیریم. ولی اینها بچه خیلی کاربردی نیست، یعنی اون درصد احتمال اون نقطه من بیشتره دیگه. این هم حواستون باشه، یا باید بریم کل قرآن حفظ بکنیم توی این داستان، یا اینکه دیگه به این قضیه حواستون باشه. شما توی ذهن داشته باشی یک کلمه یا دو کلمه تلمی در نظرش بگیر. اوکی بریم کنم. بچه من اینجا گفتم راه رسیدن به تلمی، باز هم اینجا یک اشاره هایی من کردم. نیا کنید، خب این مباحث رو باز اونجا براتون آوردیم. نیا کنید، اسفندیار، سیمرغ، دیو سپید و رخش و اینها، این هم از این. بچه ها دقت داشته باشید، اسم های پیامبران به شرط اینکه در اون بیت اشاره داشته باشه به یک داستان. درست شد؟ اگر اشاره داشت به یک داستانی میشه تلمیح رو در نظر گرفت. مثلا حضرت علی رو آوردن در بیت، توی شعر شهریار هم داشتیم، و این حضرت علی ما رو یاد ضربت خوردن حضرت علی انداخت. یا اسم پیامبر بزرگوار اسلام رو آوردند، ما یاد معراج افتادیم. یعنی اگر پشت بندش یک داستانی به ذهن من دانش آموز رسید، اون رو به عنوان تلمیح در نظر میگیرم. خب حالا بچه این قسمت که میخوام تحلیل بکنید فوق‌العاده مهمه. نه الان بچه نگاه کنید، این قسمت رو نگاه کنید، اینها تلمیح های خیلی معروفی هستن. حالا چند تاشو با هم میخونیم، بعد شما توی ذهنتون اینها رو به اصطلاح با هم دیگه هماهنگ بکنید، یک چند بار مرور بکنید. آب چه دانست که او گوهر گوینده شود، خاک چه دانست که او غمزه غماز شود. آقا این نکته رو توی ذهن داشته باش که از این خیلی توی ادبیات استفاده میشه، که وجود ما انسان ها از خاک، خداوند به فرشته ها دستور داد برن مشت خاک از زمین بگیرن ببرن آسمان تا انسان رو درست بکنه. این بچه ها، این موضوع که اشاره داره به اون داستان، اسرافیل رو فرستاد، فرشته های مختلف رو فرستاد تا اسرائیل اومد این خاک رو برد، خیلی توی ادبیات داره ازش استفاده میشه.
شما هر زمانی که به این موضوع رسیدین بدونید که اشاره داره به داستان چی؟ آفرینش انسان. الان تلمیه های معروف دارم میگم ها. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من بیچاره فتاد. بچه این گوهر عشق رو، این امانت رو خداوند به همه موجودات عرضه کرد، کسی قبول نکرد. این ناعرزن الامانه، فقط ما انسان ها قبول کردیم. اگر درباره امانت، درباره ودی نهادن عشق سخنی بود، همه رو تلمیح لطفا در نظر بگیریم. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، وندران ظلمت شب آب حیات هم دادن. بچه این رو لطفا دقت کنید، آب حیات هر زمانی دیدید تلمیح داره به داستان حضرت موسی و خضر و اینها که دیگه مفصل هست، فعلا ازش فاکتور میگیریم. آنقدر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بچه به جمشید رسیدیم. چه گفتان سخنگوی با فر و هوش، چو خسرو شدی بندگی را بکوش. دانش آموز نیاد بگه آقا این تلمیح داره. چرا؟ دانش آموز ما اگه بیاد بگه خب چون خسرو یک اسم قدیمیه. آقا کدوم اسم قدیمیه؟ اینجا خسرو به معنی چیه؟ به معنی پادشاه هست. یک اسم چیه بچه؟ یک اسم عامه. اسمهای عام را تلمیح در نظر نمیگیریم. اگر اینجا اسم خاص میشد تلمیح بود، مثلا پادشاه خسرو پرویز، درست شد؟ پس بعد به معنی هم یک توجهی بکنیم. ای هدهد سبا به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. اشتباه رو لطفا ببینید، کلمه هماواره بچه ها ببینید، این خیلی استفاده میشه. سبا سبا املایش بهش برست. این سبا بچه ها بادیه که از شمال شرق میوزه. این سبا اسمه، اسم سرزمینه، اسم قومه. اینجا بس اشتباهه. ای هدهد سبا به سبا میفرستمت، درست شد؟ دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادن. بگفتا دوری از مه نیست در خور، بگفتا شفته از مه دور بهتر. بچه نیا کنید، یه خرافه است. میگه آدمی که عاشقه بهتره که به ماه نگاه نکنه. پس این خرافات. هر کسی دور ماند از اصل خیش. دانش آموزه که دوازدهم رو تموم کردن، یا دانش آموزه که هنوز میخوان برن تو دوازدهم، یه درسی داریم بچه ها تحت عنوان نینامه از مولانا. اینقدر این مبحث توی کنکور تکرار میشه، اینقدر این مبحث تکرار میشه، یعنی چی بچه ها؟ اینو لطفا دقت بکنید. من یک بچه ها یک توری هست مطرح بکنم، لطفا خوب دقت بکنید. نیا کنید خدا و... ما از بچه ها وجودمون وجود این زمینی و خاکی نیست. لطفا همه دقت بکنن اینو. این یک مبحثی بچه ها. نیا کنید بزنید یک لحظه بچه ها. نیا کنید این خسرو به معنی پادشاهه، نگفته پادشاه خسرو پرویز. اسم خسرو یعنی پادشاه. پادشاه یاد یک داستانی منو نمیندازه، یک مفهوم کلیه. چون مفهوم کلیه تلمیح نیستش. ولی اگه این داشته باشه خسرو پرویز، اگه این داشته باشه مثلا فلانی، از روی معنا نگاه کنید. میگه هنگامی که پادشاه شدی سعی کن متواضع باشی، برای بندگی کردن تلاش کن. چون به این صورت میشه پس دیگه تلمیح در نظر نمیگیری. اگه اسم خاص شد خسرو، خسرو پرویز بود که مثلا نامه پیامبر رو پاره کرد و زیر پاش انداخت، اون بود، اون میشه چی؟ اون میشه تلمیح من به عنوان مثال. اوکی؟ حالا کجا بودیم؟ آها، این بچه این طوری رو مطرح میکنم، لطفا خوب دقت بکنید. توی اکثر شعرهای عرفانی و به خصوص شعرهای مربوط به مولانا و حتی بعض وقتا حافظ هم به این اشاره داره. خوب دقت بکنید.
بچه خداوند ما انسان ها را خلق کرد، خیلی زبان ساده میخوام بگم، که ما هر کدوممون بر اساس تقدیرمون 70 سال، 80 سال، 100 سال توی این دنیا زندگی بکنیم، برای خودمون توی این دنیا توشه تهیه بکنیم و بعد باز برگردیم به سوی خداوند. هیچ کسی توی این دنیا جاودانه نیست، حتی بهترین خلایق خداوند که پیامبر ما باشه. درست شد؟ یعنی یک مدت کوتاهی اومدیم توی این دنیا زندگی بکنیم، بعد دوباره برگردیم. بچه ها اصلا هیچ کسی میل به ماندن کامل و جاودانه در این دنیا رو نداره. حالا این اشاره داره به چی؟ اینقدر بچه آیه و قرآن ما داریم توی احادیثمون و توی قرآن که ما برمیگردیم به سوی خداوند. انا لله و انا الیه راجعون. یا بچه ها میگیم چی؟ کل شیئن یرجع الى اصله. یعنی چی؟ یعنی همه موجودات برمیگردن به اصل خودشون. باریکلا، بازگشت همه به سوی اوست. بچه اینقدر از این توی تصدیق قرابت شما میبینید چی؟ هر کسی که دور ماند از اصلخیش باز جوید روزگار وسخیش. ای صمدی که از ادراک خلق جدایی. بچه باز داره به خداوند نکته گفتم، هر زمانی که مربوط به خداوند شد تلمید. و بچه دیگه به اصطلاح اون مثال های دیگه شو لطفا خودتون بخونید. نگاه کنید، ما کلی اینجا برای شما مثال آوردیم که لطفا فقط اینها رو بخونید. نگاه کنید، الان درس اول دوازدهمتون بعد از ستایش، اگه کتاب رو نگاه بکنید، شکر نعمته که با این دیباچه گلستان سعدی شروع میشه. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات تا آخر. اونجا بچه ها به شکرندرش مزید نعمت، لئن شکرتم لعز، میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. لئن شکرتم لعزید، میگه اگه خدا رو شکر بکنی به خاطر نعمتات، خدا به نعمتات اضافه میکنه. اگه کفر بکنی خدا از نعمتات کم میکنه. نگاه کنید بچه ها، اینها رو حواستون باشه. باز هم کلی ما اینجا باز تلمیح داریم که برای شما اینجا آوردیم. فقط لطفا اینها رو مرور بکنید. توی گروه هم بچه ها دیگه همه تون هستین، اگر هم کسی نیست لطفا عذرشه. توی گروه هم باز به اصطلاح اون زمان بندی خاصی که هستش، ما کلی باز تلمیح براتون میفرستید که این تلمیح ها رو لطفا یک بار مرور بکنید که توی ذهنتون باقی بمونه. این شد از تلمیح. بریم سر وقت تضمینمون. خب سبا اگه با ساد باشه خب اسم باد، اگه با سین باشه اسم قوم و سرزمین و ملکی سبا و اینها هستش. خب بچه در باره تضمین صحبت کردیم، گفتیم تضمین هامون دو حالت داره. یک حالتش اینه که شما هر زمانی بچه از سه چهار کلمه بیشتر عربی بود، ممکنه آیه قرآن باشه، ممکنه حدیث باشه، و ممکنه چی باشه بچه ها؟ ممکنه به اصطلاح مثل باشه. خب یک ضرب المثل عربی باشه. اینها رو به عنوان تضمین در نظر میگه. یا ممکنه یک شاعر از یک شاعر دیگه استفاده میکنه. این نکته رو بچه داخل پرانتز براتون بگم، دانش آموز این نگی که خب آقا من فرق حدیث با آیه قرآن رو نمیدونم. خب این رو ما به عنوان یک دانش آموز مسلمان اولا که باید بدونیم، ولی بچه تو تست کنکور مهم نیست ندونیم. دقت بکنید،
باید بدونیم. خب انشالله این رو باید روش کار بکنیم بدونیم. یک داستان خیلی کوتاه براتون بگم بچه ها، کلمات قرآن ازش نور میاد. ما یک داستانی هم داریم، یک شخصی به نام ملا کاظم سارومی، این بچه ها یک آدم عارف مسلک و اینها بوده و خداوند یک لطف بسیار بزرگی در حقش داشته. خب از جایی رد میشه، در یک منطقه به خواب میره، انسان خیلی مؤمن متدینی بوده، خواندن و نوشتن بلد نبوده و در آن واحد خداوند بهش خواندن و نوشتن یاد میده که چی؟ قرآن رو میتونه بخونه. یعنی اگر کلمات عربی غیر از قرآن باشه دیگه نمیتونست بخونه. امتحانش میکنند و اینها، میگه کلماتی که قرآنی هست ازش نور میاد. حالا با این داستان کار نداریم، ولی حواستون باشه شما تشخیص دادی کلمه عربیه، چه مثل عربی باشه، چه حدیث باشه، چه آیه قرآن باشه، همه رو به عنوان تضمین در نظر بگیر، به شرط اینکه اگه یک یا دو کلمه بود تلمی، بیشتر از سه چهار کلمه بود تضمین در نظر بگیر. حالا چه دقت داشته باشید، نیا کنید، گفتیم نشانش گیومه است که این گیومه توی تست کنکور ما باهاش به اصطلاح اصلا سر و کار نداره. یه نکته بگم بچه ها، توی قالب غزل که شکلش به این صورت هست، یعنی مصرهای اول با مصرهای زوج هم قافیه است، حالا یک جلسه توی بحث قالب‌های شعر با هم صحبت میکنیم، خب باید یاد بگیریم این قالب غزله. شاعر توی بیت آخر بچه ها اسم یا لقب خودش رو میاره که به این میگیم چی؟ به این میگیم تخلص. سعد یا راست روان گوی محبت بردند، راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. و هزار تا بیت دیگه که شاعر در این شعرها چکار میکنه، از تخلصش استفاده میکنه. خوب دقت بکنید بچه ها، تخلص رو با تضمین اشتباه نگید. هر زمانی که شاعر خودش رو خطاب قرار داد، این میشه چی؟ این میشه تخلص. ولی اگر شاعر اسم شاعر دیگه رو در شعرش آورد، این میشه تضمینتون. توی مثال ها ما داریم. پس این یک نکته بسیار بسیار مهم. این رو بچه ها حواستون باشه که فقط تضمین توی شعر نیست، توی نثر هم هستش. اینو گفتیم اگه کل آیه قرآن یا حدیث باشه، کلمات عربی زیادی در بیت باشه، این رو به عنوان چی در نظر میگیریم؟ به عنوان تضمین در نظر میگیریم که چندین بار دیگه براتون تکرار کردم. این رو هم بچه ها نگاه کنید، گفتیم بهتون، گفتیم اگه تضمین عین کلام دیگری در کلام باشه، این رو به عنوان تضمین در نظر میگیریم. حالا بریم چند تا تحلیل داشته باشیم بچه ها تو تضمین. یکنی بیت اول که توی کتاب درسی هم هست، چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بران تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. بچه ها حالا من اینجا این گیومه ها رو براتون آوردم. خب من اگه گیومه ها رو اصلا حذف کنم، از کجا باید این تضمین رو تشخیص بدم؟ اصلا گیومه رو فکر کنید نداره. خب باری کلا نگاه کنید، اینجا فردوسی آوردیم، سعدی داره شعر فردوسی رو میخواد استفاده بکنه. اصلا شما فردوسی و سعدی هم ندونید. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، فردوسی که برای خودش نمیگه چه خوش من گفتم، حتما یکی دیگه هست که میگه فردوسی چقدر زیبا گفته. پس این دیگه تخلص نیست، این بیتمون از فردوسیه. یا این چه زنم چون نای هر دم، ز نوای شوق بودم، که لسان و غیب خوشتر بنوازد این نوا را. بچه ها باری کلا دانش آموزمون میگه که خیلی عالی، شعر هر موقعی که از زبان کسی دیگه بود، این میشه تضمینمون. نکنید ما دیگه باید بدونیم که خواجه شمس الدین محمد شیرازی لقبش، تخلصش لسان و غیبه،
که شهریار میاد از شعر حافظ استفاده میکنه. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد این نوا را. یا اینجا بچه ها نگاه کنید، چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، شیوه جنات و تجری. 1 2 3 4 4 تا کلمه عربی شد. حالا این عربی حدیث باشه، آیه قرآن باشه، مثل عربی باشه، برای ما فرقی نداره. دقت کنید بچه ها، اینجا یک نکته بگم، یک کلمه هماوا، هور با هور، همینجا یاد بگیر تا کنکور. این هور به معنای خورشید پرکاربرد، این هور بچه ها فرشتگان، فرشته، خیلی مهمه ها. حافظ جور تو هاشا که بگردانت روی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. اینجا حافظ خودش خطاب قرار نداده، یا اینجا خیسا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. ترک سمرقندی بچه رودکی، آفرین. درویش بی‌معرفت نیارامد، تا فقرش به کفر انجامد، کان الفقر ان یکون کفرا. این به اصطلاح کلمات عربی رو میبینیم با نصر اومده. بچه توی درس اول فارسی 12 شکر نعمت چند تا تضمین قشنگ داره. یکی از تضمینامون که درباره ویژگی های خداوند هست و میگه ما آنچنان که باید و شاید خدا رو خوب نمیشناسیم، خدا رو خوب عبادت نمی کنیم. حالا اینجا هم آوردم. و یک جای دیگه هم درباره بچه ها معرفت پروردگار هست، اونجا هم تضمین های خیلی قشنگی داره که درباره شناخت پروردگار هست. کل یومون هو فی شأن، همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی. بچه نگاه کنید، مثلا اینجا یکی از تضمین های سخت کتابتون هست که توی کتابم نیست، توی بچه کتاب بچه انسانی بود، ولی من اینجا آوردم که دیگه شما حواستون باشه. الان اینجا هیچ بیتی توی این دوتا بیت هیچ کلمه نداره که اشاره بکنه یه شاعر دیگه گفته. نگاه کنید این دو بیت آخر رو بخونم. درسته در بیت اون آزاد و بنده به عنوان پارادوکس در نظر میگیریم. مه من نقاب بکشا ز جمال کبریایی، که بتان فرو گذارند اساس خودنمایی. شده انتظارم از حد، چه شود ز دردرایی؟ ز دو دیده خون فشانم، ز غمت شب جدایی. چه کنم که هست اینها. بچه ها گل باغ آشنایی، این یکی از تضمین های فوق العاده سخت، یعنی نه کلمه عربی داره من متوجه بشم، نه اسم شاعری داره من متوجه بشم، نه لقبی داره. یعنی اصلا شاعر این تضمین رو یک تضمین پنهان پوشیده استفاده کرده. این تستور بچه ها دیگه فعلا باید بذاریمش کنار. چرا؟ مگر اینکه سبک شناسی بلد باشی، به لحاظ سبکی ببینی که این مصرع با این مصرع همخوانی نداره، که نیاز نیست شما یاد بگیرین. یک بحث مفصلی هست که بحثش رو نداریم. ایو با چندین بلا چندر بلا شد مبتلا، پیوسته اینش بود دعا از سب مفتاح الفرج. ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. توی درس اول شکر نعمت درست شد چند تا کلمه عربی که سعدی از تضمین از پیامبر. خب این هم از این بحثمون بچه ها. انشالله تست ها براتون بارگذاری میشه. دانش آموز های هم که جزوه رو دارن 4 تا مبحث رو باید زحمتش رو بکشین، برای جلسه آینده تستاش رو کار بکنیم.
مبحث تضاد، مبحث پارادوکس، مبحث تضمین و مبحث به اصطلاح تلمین، تا انشاءالله در آینده با هم کلی تست کار بکنیم. این یک نکته. نکته دوم بچه ها، جلسه آینده سعی بکنید ما یک چند دقیقه بچه ها کلاس رو ترک نکنید. نکنید. ما گفته بودیم الان تستای قرابت اون آزمون ها رو از تست اول رو تموم کردیم، یعنی از هر کدوم یک آزمون زدیم تا آخر. یعنی هر جایی که مشکل دارین توی گروه هاتون لطفاً بپرسید، همه رو زدیم. حالا نکته دوم، برای جلسه آینده دور دوم رو لطفاً شروع بکنید، یعنی از ابتدا باز آزمون های دوم، سنجش، کانون، گزینه دو، یکی رو کامل بزنید برین تا آخر، نقطه آخر قرابت رو، که انشالله به اصطلاح برای جلسه آینده بتونیم باز اگر اشکالی داشتید این اشکالتون رو برطرف بکنید. برای جلسه آینده هم بچه ها فصل سوم به اصطلاح دهم و یازدهم رو باز مرور بکنید، باز اگه جای مشکل داشتید از شما این اشکالاتتون رو بپرسید. اگر اشکال داشتی از فصل اول و دوم دهم و یازدهم تو گروه هاتون بپرسید، من جواب میدم. نکته دوم، برای جلسه آینده فصل سه دهم و یازدهم رو لطفاً مرور بکنید. خب ممنونم ازتون بچه ها. امیدوارم که کلاس ها براتون خوب باشه، مفید باشه و انشاءالله بتونیم نتیجه بگیریم. بچه ها کسی از کلاس ترک نکنه، یک نکته بگم بچه ها، تست های باقی مانده که مثلا ما تا 6 رفتیم تست ها رو، خب قبلا هم بهتون گفتم بقیهش باشه خودتون تحلیل بکنید. ما قرارمون این هست که فقط آزمون های کانون رو بیایم با هم بیشتر حل بکنیم، که تو آزمون های تست پلاس حتما بهتون اطلاع خواهند داد. اینها رو بچه ها تا هفته آینده طبق قرارمون لطفا یه برای پشتیبان بفرستید. همگی خسته نباشید، امیدوارم که لحظات خوبی رو داشته باشید، بیشتر درس بخونید و انشاءالله که بهتر و بهتر ما درصد های بهتری را شما ببینید. حتما توی برنامه هست بچه ها، این رو لطفا دقت بکنید. خسته نباشید بچه ها، تک تکتون رو به خدای بزرگ میسپارم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یا علی، خدا حافظ.